امروز رعیت ایرانی از خودش میپرسد چرا یکی از اینان بر تخت نمی نشیند و چرا همگی مغضوب این شاه بدگمان هستند. شاید وقت آن رسیده تا مردمان ستمکش در کوی و برزن نام عباس میرزا را صدا کنند، بلکه دفع افسد به فاسد بشود و شر این شاه بدکردار توسط برادر همخونش از سر رعیت بیچاره کافیه. سلمان، حکم میکنیم به تفتیش تمام خانه های رجال و خیشان نزدیک ما. تمام خیشان و رجال؟ تمام خیشان و رجال. در خانه هر کدام نسخه ای از این شبنامه یافت شد، کلهم اموال خاطی مصادره، خودش و اهل بیتش روانه سیاه چال میشن. جسارتاً عرض کنم که این کار صلاح نیست. اصلا صلاح نیست قبله عالم. اتهام زدن به بزرگان ایل قاجار یعنی دشمن تراشی، یعنی بهانه دادن دست دشمنان داخلی و خارجی سلطنت. قربان، به کدوم قبله نماز میخونی مردک؟ منو از دشمن نترسون. خودتو نبودی که همراه اون پسر الدنگ مجوز میخواستی برای تجسس پنهان ریز و درشت ایل قاجار؟ چطور اون موقع مصلحت بود و الان مصلحت نیست؟ قربان، مداخله نکن سلمان. تا کی میخوای با ترسوندن ما صدارت کنی به دولت و رعیت ما؟ تصدقتون برم، تصدقتون برم. این قسم از کارها دون شأن شماست. دون شأن ماست، ولی مطابق شأن شماست جناب نوری. اگر فقط یک شبنامه دیگه از این جماعت ببینم، دردم معذور میشی و معدوم. معدوم؟ معدوم شدن مراتبی داره. ابتدا تبعید به کاشان، بعد مشت و مال توسط دلاکایی که میشناسیشون و میدونی که هر از چندگاهی از کاخ گلستان میرن به حمام های کاشان. یا الله، یا الله.